تو این قسمت رپ هواشی میخوایم بپردازیم به اتفاقاتی که توی این چند روزه داره میفته و خیلیش هم خفنه و مربوط به اوجیای رپ فارسیه، که شروع میکنیم از اخباری که از حسین داریم و طبیعتا میرسیم به خبرهایی از آلبوم یاد. اول اینکه چند تا شات از حسین و خانومش اومد که طبیعتا براتون میذارم، که در کنار بچهشون عکس گرفته بودن که یه ویدیو خانومش داشت و خودش یه عکس داشت. بعدش اومدیم جلوتر چند روز بعد، خب الان همین جوری ما فهم کنم از ترک آخری که حسین داده همین جوری آلبوم داریم از حسین، آلبوم های عکسی داریم از حسین، میبینیم که عکس از این، عکس با اون، عکس با این طرفدار که دم کافش میندازن. خلاصه یه عکس ازش منتشر شد که الان براتون میذارم و میبینی، عکس با منیجر اپیکوره و تو رسانه ها خیلی صحبت از این شد که قراره که حسین، خب گفته بودیم تو ویدیو قبلی هم که چند تا ترک پرایویت کرده توی یوتیوبش و خبر رو به این شکل شد که قراره که چند تا فیت با اپیکور داشته باشه. اومدیم جلوتر چند تا ویدیو دیروز منتشر شد از حسین که چند تا از بچه های مشهد رفته بودن اونجا و باهاش صحبت کردن و حسین داره تو ویدیو صحبت میکنه و خوشوبش میکنه و سلامی رسونه به بچه های تهران و مشهد، تا امروز که ویدیویی اومد و ازش پرسیدن که آلبوم یاد کی میاد و حسین توش توضیحاتی داد و گفتش که داره تموم میشه، که با هم بریم ویدیوها و شاتایی که اول صحبتام گفتم و با هم ببینیم. چی بگم آخه تو حالت زنگ شهر خوشگل مشهد چای ساختمون بچه هم قدیر بچه هم همه گی والی بچه حسین آقای ابلیس گفه به این هم یلا یه چرخ بزنیم یادم آره یادم تمام بزنیم حسین آقای ابلیس جات برلین حسین آقا خب میرسیم به خبر بعدی که از رضا پیشروی، که دیگه همه میدونیم که آلبوم آسمون از رضا پیشرو داریم که برای پیشفروش گذاشته و مثل این که توی حالا مرداد ماه یا شهریور ماه طبیعتا میاد، ولی خب توی یکی دو روز داره شاتایی از رضا پیشرو میاد بیرون همراه با ویدیوهایی که امروز اومد، که داره یه موزیک ویدیو جمع میکنه که یکی از ویدیوهایی که اومده داخل یه لامبورگینیه و بعد از اون همینجوری ویدیوهایی ازش اومد که در حال فیلم برداری و پشت صحنه موزیک ویدیویی به نام بلو که داره ازش پخش میشه، که مثل این که همکاری با سینابه و بالاخره خودش اومد توی اینستاگرامش پستی گذاشت و تیزری از این موزیک ویدیو گذاشت که خیلی خفنه، که بریم اینا رو همه رو با هم ببینیم. خودم موندم عقب مثل زن جانی دب تو تابلو نباش، فکر نکن عوض نشو، اصلا عشقی وجود نداشت. درگیری که امروز پیش اومد بین بچه های نسل چهار، داستان از اینجایی بود که حسین تیم دیروز ویدیوی آپلود کرد و ولاگ به نام تی ولاگ، که یه ولاگی بود قسمت اولش منتشر شد که حسین و حسام تیم و چند تا از رفیقاشون رفت بودن یه ویلایی و داشتن ولاگ روزانه میگرفتن و توش باغبون، حالا فیلم برداری که اونجایه و کسی که حالا یوتیوبره، اومد سوالایی از حسام حسین تیم پرسید و درباره ایسین ازش سوال کرد و حسین تیم توی جواب گفت مگه ایسین رپره؟ و بعدش گفتش که دلو یا ایسین. حسین تیم با اینکه با دلو بیف داشته سر داستان همین تیجه و خیلی با هم مشکل دارن، گفت دلو، یعنی ایسین انقدر وضعش خرابه. امروز چی داشتیم؟ حسین تیم اومد
یعنی تا جایی که من متوجه شدم حسین توی اومد پی ام یعنی پی امایی و حرفایی توی کانال تلگرامش همونجور که دارید میبینید زد و نوشت وقتی تروم قایمالی میکنی میری پشتم میزنی حواست باشه آبجی تو جلو چشات میکنم و کیرم تو ناموس پرونتر خودم که بلا فاصله از اون وقت یه ویدیو از ایسین داشتیم که ویدیوی معروف سپرخلصه رو گذاشت که طبیعتاً براتون میزن و در ادامه نوشت ما در کنی تو رو میشه با دست جارو زد بودو تو لونت که امروز فرداست بیام سراغ کستش. در ادامه حسین تیم اومد وایسی گذاشت و گفتش که من آره اومدم پی امایی توی گروه چون پی اما رو پاک شده بود منم پی امایی توی کانال تلگرام هم گذاشتم و منظورم به چند تا یوز به یکی بود چند تا یوزر به خودشون گرفتن و دارن بالو پر میزنن و ما باشون نمیپردازیم و خلاصه طبیعتا وایسا رو میذارن بوش بدید ولی من نمیدونم حالا منظورش به ایسین بود یا نبود ولی خب داستان اینجاست که ایسی به خودش طبیعتا در ادامه گرفت و اومد وایسی داد و گرفت حسین تیم و در ادامه حسین تیم خیلی جالبه که بدون اینکه یعنی این دفاعی همیشگی که خیلی قاطی میکنه و فحاشی میکنه اومد خیلی شل گرفت و گفتش که به مخاطبش که آقا کاری به این داستان نشوشید بذارید طرفاشو بزنه دوباره ایسین اومد گفت اگه بخوایی دوباره ادامه ویدیو چرت و پرت بگی دو سه تا داستان رو میکنم چه داستان های یک این که مخبری و خیلی کسا رو میفروختی خیلی از مثلا کسایی که مواد فروشی میکنن اونو میفروختی موادشون رو میگرفتی به پلیس میفروختی موادشون رو میگرفتی میفروختی خب این تیم فکر میکنم یعنی اگه اشتباه نکنم کاسبی میکرده که طبیعتا توی آهنگاش هم صحبت کرده ازش گفت این رو میکنم دو یه داستانهایی درباره موزیک ویدیو پایتخت و مثل اینکه یه پیجی داشته به اسم ترپ استار که واسه لباس بوده فروش لباس بوده تو پول میگرفتی از این و اون و لباس بهشون نمیدادی اینا رو گفت رو میکنم اونور واکنشو نداشتیم از حسین تیم ولی خب اومد یعنی قرار بود که اگه اون ادامه بده بخواد چیز کنه ولی خب شل کرد حسین تیم و چیز خاصی نگفت و ایسین اومد خیلی اسکرین‌شات هایی گذاشت از این که حالا من نمیدونم یه باگایی داشت که قرار بود مثلا بیاد یه چیزایی درباره این که فروختن آدما به پلیس و نمیدونم ترپ استار اینا رو کنه نه اومد اسکرین شات هایی گذاشت از این که دیلای حسین تی ام داشتن که کسی پول گرفته بوده فیت بده بعد طرف پولشو میخواسته پولشو ندادن و اینا و در ادامه دوباره حسین تی ام اومد و خیلی با آرامش گفتش که اشکال نداره بذارید حرفشو بزنه اون اون نمک که بین ما بوده باعث میشه که من نخوام جواب اینو بدم و قاطی کنم و بذارید هر چی دوست داره بگه و دوباره ایسین اومد وایس گذاشت و گرفت روشو و گفتش که تو اگه نمک میشناختی یعنی قدردان نمک بودی یعنی نمک شناس بودی یا این داستانا یا حرفایی رو نمیزدی یا داستانه انجام نمیدادی و خلاصه در ادامه گرفت حسین تیم و خلاصه بریم با هم وایس ها رو گوش بدیم اسکرین شات هایی که ایسین گذاشت خیلی زیاده میذارم ببینید و خلاصه فعلا آتش بسه تا ببینیم چه اتفاقی قراره که بیفته بریم با هم ببینیم اشکای من چطورید؟ آقا من این پیمایی که گذاشتم اونی که باید میفهمید خودش خوب فهمید هیچی هم به غیر از خودش نفهمید که باشم بعد الان یکی دو نفر بهم پیم دادن یکی دو تا یوزر به خوبشون گرفتن یکی دو تا از این آپکامینگ هایی که هنوز به غیر از خوار مادر خوبشون کسی گوششون نمیده به خوبشون گرفتن دارن کوسچر میگن اصلا به این چیزا توجه نکنید بچه‌ها من اصلا توی این حاشیه ها و توی این داستانا وارد نمیشم اگه بخوام وارد بشم با کسی میرم توی حاشیه که حداقل تو سطح و لول و چه میدونم سطح خودم باشه دیگه میگیرید چی میگم پس ازتون خواهش میکنم اصلا حاشیه درست نکنید چون من اگه میخواستم جواب بدم چیزی به کسی بدم بعد از این کفش 10 تا یارو بهم 20 تا 3 4 ساعت تو لایو نشست رو متادون فکس زد و این چیزا میمدم اونجا جواب میدادم ول کنید لطفا نفرستید برام اونی که بعد میفهمید خودش فهمید اش بازم میگم شیرم تو کوسه خوار مادر پول داره خودم اونی هم که فکر میکنه میخواد چی اونی هم که فکر میکنه میچربه از همینجا میگم شیر تو کوسه آبجی عزیزش خواهر کوچولوشو گایدم بسم الله بچه های رفیقم اونم به آرزوش رسوندم بالاخره بعد یه آلبوم دیسیدن و واسش گذاشتم یه کسایی میان یه چیزایی میگن آدم پشمای سوت میخوره آخه کونی ما که معلومه لیگامون با هم فرق داره من که یوزر نبودم تو زندگیم خدا رو شکر تو رو با ما قیاس نمیکنم تو با یوزر مقایسه میشی کس خود
بعدم اینکه آدم وقتی آیکیو استخون میگیره بعد یاد بگیره اون استخونه رو گاز نزنه. این مورد دوم. بعدم اینکه شما هیچ رقمه تو هیچ موضوعی به من نمیخورید. میدونی چی میگم؟ شما میرم سر کار کارو زندگیمو میچرخونم. شما یه قلق گذاشتید تو استدیو روزی 20 تومن میندازین تو پول فیتاتون جوشه. گاز بده دودتو ببینم. چون تقل. قرصتو بخور فشارت نیفته. فعلا شبت بخیر. مال این صحبتاتو نیست. قرصی چونی. عملی. اینم صرفا در حد هشدار بهت میگم. خب چونی بیناموس. یک گوه بخوری پیج فیک تو رو میکنم ترپستار که به هوای لباس فروختن این همه پول مردم رو بدبخت گرفتی خوردی و بلاکشون کردی با مدرک و شواهد و میدونم وایسش هم چی میداده اسم اونم میارم. یک مورد دوم آدمایی که فروختی رو میکنم پول میدادی به پلیسا 7 تومن کارت میچشیدی فلان کاسبو برید بگیریدش بعد جنساشو میرفتی از پلیس میگرفتی میفروختی این دوتا. و مورد سوم که چیری تر از همه است قضیه فیلمبرداری پایتخت رو نظر کنم که خالد گاید است. پس جلتو بکن تو چونه که ما هیچ رقمه با هم قیاس نمیشیم چون من لاتی زندگی میکنم تو لاشی فرقمون خیلی زیاده از زمین تا آسمونه. اینم دیگه آخرین وایسم بود به جون مادرم دیگه وایس نمیدم یهو پا میشم میام یه چک میذارم تو صورت چونی صدا دب ترشی بدی و تمام. اوکی کلتو بکن تو چونه دو تا هایپر بنده بالا برو برمایه شد برسی شبت خوش کسکش بطا. بعدم این چه من خیر انقدر به شما رسوندم که دهیش تو خیر رسوندم به من عقبید برگز گفت ننم سرطان داره فلان داره به هیچی نگو اجرا رو من چرا کنسل کردم کسکش نیومدم تو اون کنسرت ها به خاطر اینکه 70 میلیون پولم خورده شد کسکش گفتم اون 70 میلیونم بده خرج ننت که سرطان داره کسکش که ننت هم سرطان نداشت گذاشتی رو قلکت بری فیت سروش بدی پس کیرمو بیاد بخورید همتون بابا چونیا گاز بدید ببینم اشای من آقا تو رو خدا بس کنید بچا هر چی هم باشه بذارید بگی بذارید حرفاشو بزنه بذارید خوشو خالی بکنه من اون نمک خوردم حال نمیکنم کسایی که حتی یه بار هنگام گوش دادن یا با هم حال میکنن هرچی بخوام فرشت خوار مادر بیارو بدن من میدم ها من زیاد میدم ولی شما ندید از یارم جمع کنید تمومشه بره خودش میدونه اونو نمک نخوردی منم کجا بودم بلش کنید لطفا تمومش رو کنید آرزوی موفقیت دارم واسش و اینکه عشق بذار درشو بابا بذار درشو جای این کسچرا کلید اسرار نیست که کسکش واسه قنبر میداری اگه نون و نمک حالیت بود خیلی کارا رو نمیکردی قبل اینکه بکنی چونی نمک دون شکوندی حالا نمک دونو کردم تو چونت حالا ترشیشو بچش خوب چاقا